اسلامی سقوط کنه حال میکنید خودت که هیچ، به قولی ببین براندازه، خاکاندازه، زیراندازه، تو خیالاتشون هم توف اندازن. تو برنامه یه آدمی هم داره صحبت میکنه که این آدم قبلا تو صدای آمریکا کار میکرده، پدرش مجاهد بوده، خودش هم الان هوادار فرح دیباس. چی داره میگه؟ داره میگه که نه تنها ما، نوه و نتیجه‌مون هم باید به این غربیا تاوان پس بده. پس اگه جمهوری اسلامی سقوط کنه، تو نوه و نتیجه‌تون باید تاوان پس بدید، تو اون بدید. دقت کن داره چی میگه، اینو من نمیگم، کسی که دنبال براندازی است داره میگه. انگار الان ما هر کسی که براندازیه، چون ما هم براندازیم، باید قبول کنیم. کسی که دنبال براندازی داره میگه، خب براندازه که براندازه، منم براندازم، حالا هر کسی براندازه رو حرفشو باید بیام قبول کنم. حالا استدلال چیه؟ میگه زودتر جمهوری اسلامی رو دیگه، استدلال کمیکشون اینجا میاد، اینو میگه، میگه بنابراین باید جمهوری اسلامی رو زودتر برانداز کنیم که این تاوانی که میخوایم پس بدیم دیگه مثلا بعد از نتیجهمون دیگه با ایران دیگه کاری نداشته باشن. احمقن دیگه اینا که شوتن. حالا استدلال بعدیشو کاری نداریم که شوخیه، ولی اینجا داره اعتراف میکنه، سوتی میده جمهوری اسلامی سقوط کنه قرار نیست زندگی خوبی داشته باشی، یا تا نتیجه تو داری میگه بعد تاوان. قرار نیست زندگی خوبی داشته باشی، قرار نیست زندگی خوبی داشته باشی. اگه مثالش هم آلمانه، مثالش هم آلمانه که اگه جمهوری اسلامی بیفته قرار نیست زندگی خوبی داشته باشیم. مثالش آلمان. واقعا بذار من الان اینو بگیم، مثالش هم آلمانه، آلمانی که فقط به این از زنگ جهانی از زمان جنگ جهانی دوم نداره، از سال 1970 داره. خب الان نگاه کن، 1970 جی دی پی پر کپیتا آلمان، این اینجوری حساب کنین که مثلا حقوق هر شخص توی آلمان به دلار، یا جوری دیگه که میشه نگاش بکنین جی دی پی پر کپیتا میزان تولید به بر بزای هر شخص تو آلمان، یعنی نه تعداد اقتصاد همه کشور، نه اقتصاد همه کشور تقسیم بر مردم جمعیت اون کشور، یعنی اقتصاد یک کشور به ازای هر شخص. خب توی آلمان سال 1000، برای اینکه اقتصاد کلی رو نمیشه اندازه گرفتن فایده نداره، خب یک کشوری که اقتصادش خیلی گنده باشه ولی مردمش هم خیلی زیاد باشن، خب مقداری رفاه خیلی ممکنه زیاد نباشه، برای اینکه درسته که اقتصاد گنده‌ای داره اون کشور، ولی هر شخص اون کشور ممکنه به اندازه کافی نگرفته باشه. خب برای همین باید وقتی اقتصاد تمام جی دی پی کشور رو باید تقسیم بر جمعیت اون کشور بکنین که ببینین چه تأثیری تو زندگی مردم داره، یعنی به اقتصاد کشور رو به ازای هر شخص باید محاسبه کنین که بفهمین چه تأثیری داشته. خب شما اگه نگاه کنین جی دی پی پر کپیتا، ببینم این ترجمه فارسی شو جی دی پی پر کپیتا چی میشه که شما اگه کسی بخواد نگاه کنه به فارسی، من اینو براتون پیدا کنم. جی دی پی پر کپیتا کسی تو لایف چت بگه، برای اینکه این برای مهمه، چیزیه که گروس دامستیک پروڈکت جی دی پی فارسی شو بیار دیگه. تولید ناخالص داخلی، حالا پر کپیتا شو، این جی دی پی میشه، این قسمت جی دی پی، اینو من برگرم، این قسمت جی دی پی میشه تولید ناخالص داخلی. خب پر کپیتا میشه تقسیم بر هر به ازای هر شخص، حالا ترجمه کلیشو نمیدونم. خیلی خب حالا ادامه بدیم. تو لایف چت الیک میگه اینو نگاه کنید، توی سال 1970 آلمان 2700 بوده، میانگین جهان 803 بوده، یعنی یه چیزی حدود 3 برابر تمام دنیا بوده آلمان. خب این 20 سال بعد از تمام جنگ جهانی دوم. خب از اون موقع تا حالا، حالا اختلاف آلمان با بقیه دنیا شده، الان دنیا رسیده به 11400
اون دنیا رسیده به اون، آلمان رسیده به 46400، یعنی حدود 4 برابر. یعنی دنیا رشد کرده، آلمان هم رشد کرده. ولی رشد دنیا رو نگاه کن، رشد آلمان رو نگاه کن. یعنی این چیزی که الان امیر اینجا گفت کنه سوتی میده، جمهوری اسلامی سقوط کنه قرار نیست زندگی خوبی داشته باشی یا تو نتیجه تو داری میگه باید تاوان پس بدی. زندگی خوبی قرار نیست ما داشته باشیم، یعنی بدبخت میشیم مثل مردم آلمان بدبخت میشیم. جمهوری اسلامی بیفته به بدبختی مردم آلمان میشیم. سرانه تولید ناخالص داخلی قاسم، اون میشه جی دی پی. جی دی پی به فکر کنم، البته به جی دی پی پر کپیتا نمیشه فکر کنم، تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد سرانه، نمیدونم. اینا چقدر احمقن، نگاه کن چه حرفای احمقانه ای. کسی امید دانا نادان میگن دانا رو آدم حساب نمیکنه. نه اصلا می. کسی تو رو آدم حساب نمیکنه. این طرفدار زیاد داره. تو حرفات احمقانه است. نه اصلا می. تو اصلا کی هستی؟ کسی تو رو آدم حساب نمیکنه. نه تزیدین. آرمین چرا بلاکش میکنی؟ بالاخره نمیشه که بیننده ها 100% باهات اوکی باشن. طرف از نه خب میگه من نمیگم با هم اوکی باشه، ولی خب میگه من دارم زر میزنم. خب چرا من بذارم وقتشو داره تلف میکنه وقتی من دارم زر میزنم؟ ببین اگه میخواد حرف امید دانا رو گوش بکنه، خب امید دانا که کانالش هست. من اینجا کسی که داره میاد این کانال برای اینه که حرف منو گوش بکنه. اگه فکر میکنه حرف من زر زدنه، خب من دارم وقتش رو براش نجات میدم که بتونه بره چیزی رو که میخواد بره خود رو کانال رو امیدانا نگاه کنه دیگه. میگه من دارم زر میزنم، خب چرا اینجا وقتش رو داره تلف میکنه؟ چرا داره زر زدن منو گوش میکنه؟ حالا ادامه. 100% اینو یادمون نره. هر روزی که ما داریم قمع کشی توی دنیا میکنی؟ کسافت وطن فروش بیش شرف. ما قمع اوی ببین نظر به من میگه نگه کارمون چرا بلاکش میکنی؟ من حداقل با مؤدبانه دارم صحبت میکنم. نگه که چرا البته من بعد از این یاد بگیرم که اینقدر بیادبانه صحبت نکنم کسایی که اختلاف نظر دارن و روزی که واقعا به من میگن آرمین چرا هرس میخوری؟ چرا عصبانی میشی؟ حرف اینو گوش کن، نگاه کن. ما داریم قمه کشی توی اتفاق من خیلی با خیلی میگن آرمین عصبی شدی. بعد من خیلی دارم بدونی که صدام بالا بره، الان بدونی که عصبی بشم دارم میگم خب بیا برو. بعد به من میگن آرمین عصبانی شدی. اینو نگاه کن چقدر کسی که باش اختلاف نظر داره چجوری باش صحبت میکنه. گوش کن. دنیا میکنی؟ کسافت وطن فروش بی شرف. ما قمه کشی میکنیم بی ناموس. اوف. حتی امیدانه که اینقدر من اختلاف نظر باهاش دارم، اینقدر فکر میکنم حرفش خطرناکه، هیچ وقت اینجوری من درباره این شخص حرف زدم؟ نگاه کن چقدر زشته نحوه حرف زدنش. برای گوش کن. زندگی خوبی داشته باشی پس بدی. حالا ادامه. 100% اینو یادمون نره. هر روزی که ما داریم قمع کشی توی دنیا میکنیم، کسافت وطن فروش بی شرف. ما قمع کشی میکنیم بی ناموس. بعدن که یه سیستم درست بیاد میخوان پوزه ما رو به خاک بمونن، باید تاوان پس بدیم، مگه مفته؟ البته حالا این سوتیه ای که دار، حالا اون مجریه میخواد این سوتیه اینا تقلیلش بده، یه خورده ردیفش بکنه، لطیف درش بکنه به قول معروف. حالا گوش کن ببینیم مجریه چجوری میخواد بپیچونه قضیه رو. ما باید بتونیم اینو ثابت بکنیم که این قمه کش ها اینا اشغال کردن کشور ما رو، اینا اصلا ایرانی نیستن. و بعد جمهوری اسلامی این حرفای کسا نمیدونم اینا کی اندر صداشون میذاره، ولی اینا واقعا دارن حرف چت میزنن، ایرانی نیستن. شما کسی رو که دوست ندارین نظرشون رو ایرانی نیستن، شما تعریفتون از ایرانی چیه؟ اینم خیلی میشنوم تو قصد توی کسایی که طرفدار ما هستن، کسایی که یعنی تو جبهه ما هستن، کسایی که اپوزیسیونن، کسایی که براندازن، میگن اینا این آخوندها ایرانی های واقعی نیستن. یعنی چی ایرانی های واقعی نیستن؟ ایران به دنیا آمدن، سیتیزن ایرانن. یعنی چی ایرانی نیستن؟ شما هر کی رو دوست ندارین میخواین بگین که ایرانی نیست
واقعا مسخره، این حرفا مسخره است. اینم اتفاقا من چیزه بزا. اینو بهش میگن چیز، این یه مقالطه است، شما میتونین بریم بخونید، اسکاتلندی واقعی، No True Scotsman. خب کسای این یه مقالطه است، من باید این مقالطه ها رو فارسیشون، یه مهمون بیاریم که فارسیشون رو به ما یاد بده یکی یکی، که ما بتونیم وقتی برنامه ها رو ریویو، برنامه های کسای دیگر رو ریویو میکنیم. مثلا یک کسیم تو لایف چت گفت برنامه های رایفی پورم ریویو کن، باشه این کارم میکنیم. البته یه چیزی، یه ویدیو خوب بفرستین برای نمیدونم قاسم، برای بابک، برای افشین، برای یاسر که ما ریویو کنیم، کوتاه باشه، زیر 20 دقیقه باشه اگه میشه. ولی ما اگه بتونیم از این ریویو کردن این برنامه ها استفاده بکنیم که مقالات های مختلف رو یاد هم خودمون یاد بگیریم فارسیش رو، هم به بیننده هامون یاد بدیم، خیلی خوب میشه که بتونیم اسمشون رو بیاریم هر موقع یک کسی استفاده کرد، و خودمون هم وقتی استفاده، برای که ما 100% مقالات خیلی زیاد مقالات منطقی خودمونم، من بابک حتما این اشتباه ها رو میکنیم، و به بیننده هامون یاد بدیم که هر موقع این اشتباه رو من کردم یا بابک کرد تو لایف چت، یک کسی بیاد بگه آرمین این مقالات رو کردی به این دلیل. و به کسایی هم که معمولا اسم مقالطه رو میارن ولی توضیح نمیدن، خیلی نباید، این روش درستی نیست. منم خودم من این مقالطه رو آوردم، نباید فقط اسمش رو بیارم. هر موقع یکی به کسی میگین چه مقالطه کرده، باید توضیح بدین که چرا، چون هر کسی راحت میتونه اسم اینا رو بیاره بگه چه اشتباهی کرد. خب این کسی که صداش آورده میگه اینا ایرانی نیستن، برای چی؟ برای اینکه دوست نداره روش فکرشون و روش کارهایی که میکنن. خب میگه ایرانی نیستن. خب آیا تعریف ایرانی کسیه که با شما هم نظر باشه؟ نه. خب شما مثلا یه نفر مثلا اینجا مثال زده، مثلا میگه آقای الف میگه اسکاتلندی ها جنایت نمی کنن. خب بعد آقای ب میگه اما این یک اسکاتلندی رو میشناسم که مرتکب جنایت شده است. آقای الف میگه خب اسکاندینیایی واقعی جنایت نمی کنن. یعنی میگه پس اینا که جنایت دارن میکنن اسکاندینیایی اسکاتلندی های واقعی نیستن. خب این حرف چرتیه، برای اینکه توی تعریف اسکاتلندی جنایت نکردن نیست. یعنی نمیتونی بگی که کسی، خب حالا میتونی برین اینم بخونی، البته روی ویکی‌پدیا هست، این حرفش مزخرفه. این کسایی که واقعا، حالا بذاریم بدون، سقوط کرد، شما میخواید بیاید با خارجی ها صحبت کنید، این قمه کشا اشغال کردن کشور ما را. آره اوکی، الان خارجی ها مثلا اینو نگاه کنید، میگه اینکه به مخاطب داری توهین میکنی کار درستی نیست. ببخشید شما اگه حرف مزخرف بزنید، من خیلی روک و راست بهتون میگم حرف مزخرف داری میزنید، مخاطب باشی یا مخاطب نباشی، دوست نداری مجبور نیستی که باشی. بعضی میگن آره، میگه اگه مجبور نیستی دوست نداری برو، میگه که نه باید بمونن. خب اگه میخوان بمونن میمونن، اگه نه دوست ندارن میتونن برن. مگه من میگم، من دارم میگم که اگه دوست ندارین برین، میگن آرمین چرا داری به اینو میگین برین، من نگفتم برین، من میگم اگه دوست ندارین برین، اگه میخواین بمونین میخواین بمونین. میگن آرمین چرا به مخاطبات میگین بری، نه من میگم مجبورتون کسی نکرده بمونید. نام مقالطه چیه؟ گفتم دیگه، نام مقالطه اینجا گذاشتم براتون روی ویکی‌پدیا. منتظر بودن که شما برید بگید که مثلا اینا کیان اونا کیان. اوکی حالا ادامه، از این راه میتونیم اون موقع حقوقمون رو هم پس بگیریم، هم تمام قراردادهایی که جمهوری اسلامی بسته رو کنسل بکنیم، یک طرفه بگیم به خاطر اینکه این حکومت وجا. چه کاپیچینوی خانمم ریخت توش دارچین هم ریخته، میبینید الان میبینید چه دارچین حرفه‌ای کاپیچینو، اصلا اون کاپیچینوهاش الان خانمم آورد. خب امید خیلی دوست داره مثلا، فکر دوست داره مثلا بگه زندگیش خیلی خوبه که مثلا به دشمناش، فکر کنم روشش اینه، فکر میکنه مثلا زندگیش رو خوب نشون بده به دشمناش، میخواد مثلا هرس. خب امید اگه میخوای، تو که خیلی دوست داری زندگی تجاملی نشون بدی، فکر کنه این، فکر میکنی ارزشه که به همه همه میگی زندگیت خوبه، به خانومت بگو که توی لیوان کاغذی برات کافی نیاره، توی لیوان قشنگتر بیاره. تو، من نمیگم چیزای تجملی مهمه ها، ولی تو که انقدر میخوای پوز بدی که زندگی تجملیه برای اینکه مثلا مردم هرس بخورن، بزنت هم بگو دفعه بعد تو لیوان کاغذی برات کافی نیاره.
اون کاپیچینوها شدن خانم هم آورد. خب چی میگفتی؟ چی زر میزنن اینا؟ جمهوری اسلامی بسته رو کنسل بکنیم یک طرفه، بگیم به خاطر اینکه این حکومت وجاهت قانونی نداشته، این حکومت حکومت ایرانی نبوده. الان این نبه جمهوری اسلامی بعد... میخواید مثلا به این دنیا بگی اینا حکومت ایرانی نبه؟ الان دنیا مثلا کشورهای اروپایی و آمریکا دغدغه دارن تفلکیه که ما یه حکومت ملی ایرانی داشته باشیم. چقدر اینا اصلا به ایرانیت و ایرانی بودن و ملی بودن ما مثلا خیلی اهمیت میدن. خدایا اینا کیان دیگه؟ اینا چرا اینقدر گاگولن؟ البته اینقدر گاگول هستن که 90% این اپوزیسیون یک زندگی زناشویی ساده هم نتونستن برای خودشون ایجاد کنن. 90%شون اوضاع اقتصادیشون خرابه. 90%ش خب امید تو که این همه میگی مردم چرا میان به جای اینکه حرف منطقه حرفتو بیان بگن منطقیه یا غیر منطقیه، کل این آدم اومدن به زندگی زناشویی تو گیر دادن، هی اومدن ویدیو از زن دروردن، میگه این کار زشته که منم قبول دارم زشته، کسی نباید با تو این کار کنه، زندگی خصوصی تو ربط نداره، حرفات غیر منطقیه، ما باید به غیر منطقی بودن حرفات کاری داشته باشیم و این حرفت درسته، ما فقط از منطقی میان میگیم که چقدر حرفات چرته. به جای اینکه و این کسایی که دشمنتن و میان زندگی زناشویی تو گیر میدن کارشون اشتباهه، ولی خب خودت هم داری همین کارو میکنی، چه ربطی داره به حرفاشون؟ چه ربطی داره به حرفاشون؟ البته اینو من بهونه نمی کنم، آه چون خودش داره این کارو میکنه معنیش این نیست که پس حقشه یک کسی میاد با زندگی زناشویی گیر میده، هم اونا اشتباهن هم این کارش اشتباهه، چه ربطی داره؟ ببین اگه حرفشون اشتباهه بگو چرا حرفشون اشتباهه. 90%شون اوضاع اقتصادیشون خرابه. اوضاع اقتصادیشون خرابه خب که چی؟ بزرگتر ببینین یک سری از بزرگترین فیلسوفای جهان رو اگه حساب نگاه کنین، کسایی که عقایدشون تمام دنیا رو عوض کرده، بعضی‌هاش هم بعضی کسایی که اصلا تمام دنیا رو به خاطر عقایدشون واقعا بهتر شده، حرفا کتابای نوشتن، حرفای نوشتن که حتی چندین و چندین سال بعد از مرگشون اصلا دنیا فهمیدن که چقدر اینا عقایدشون مهم بوده و چقدر دنیا رو بهتر کرده. خیلی‌هاشون تو فقر مردن، اصلا خیلیشون اصلا تو زندان مردن، زندگی زناشویشون هم بد بوده، فقیرم بودن، هیچ از نظر اقتصادی موفقم نبودن. آیا این ملاک میشه این که حرفاشون درسته یا درست نیست؟ 90%شون اوضاع سیاسیشون هم که دیگه بخشی قابل رؤیت دیگه، تو همه چی شکست بابا، اینکه بابا مغز کوچیکه. چجوری شما میتونید به نتیجه به این اصلا تحلیل که میکنن خیلی برام جالبه، چجوری به این نظام فکری شماها میرسید؟ نظام فکریتون واقعا تو حلقم، چه نظام فکری واقعا معصومی شماها دارید، چه نظام فکری نحیف و لطیف و ردیفی شماها دارید. این نظام ردیف واقعا کدوم عطاری پیدا کردید شماها که برید به دنیا بگیرید اینا حکومت ایرانی نبودن، از ما کمتر تاوان بگیرید، تو اون ما پس بدیم، ما کمتر تو اون پس بدیم، خاک بر سرتون. چگونه به این نتیجه شما ها میرسید مخالف جمهوری اسلامی؟ آقا این مخالفین جمهوری اسلامی بابا اینا اول ابتدا به ساکن بچن. ببین هم حرف امید اشتباس، هم حرف اون کسی که داشته داشت پخش میکرد. ببینید این کشورا یه حرفی که امید داره میزنه که درسته اینه که اینا که عاشق مثلا نمیدونم چی میگه، عاشق چی رنگ چشمون نیستن، یه همچین حرف میزنه. خب آره نیستن. یعنی مثلا این کسی که صداش پخش میکرد یه جوری میگه حالا ما اگه جمهوری اسلامی افتاد بیایم به این کشور رو بگیم ما نبودیم، اینا بودن، اینا ایرانی نیستن، با ما دوست باشیم، انگار که حالا مثلا اینا این کشور دیگه براشون مهمه، که اینا فقط منافع ملی خودشون براشون مهمه. خب شما اگه اتحاد میخواین با کشورهای پیشرفته، سر این نیست که بیاین بگین که ما نبودیم، اینا بودن، ما ایرانی هستیم، اینا ایرانی واقعی نبودن. این حرفا مفته. خب اینش حرف امید درسته، ولی حرفی که اشتباهه اینه که دلیلی که جوری که تو توی توی روابط بین المللی میتونی موفق بشی، که دنیا نه اینکه اینجوری نیست که مثلا دنیا بیاد متحد بشه باهات کار بکنه به خاطر اینکه عاشق چشم ابروته، آها اینو میگه عاشق چشم ابروته، نه، به خاطر اینکه اقتصاد تو به جای رسوندی، به خاطر اینکه جوری که رفتار میکنی با کشور دیگه توی روابط بین المللی رو کاری کردی
که بهت احتیاج دارن، به هم به مردمت احتیاج دارن، هم به ارتشت احتیاج دارن، هم به همکاریت احتیاج دارن. خب یعنی جوری داری بازی میکنی که نه تنها الکی دشمنی نمیکنی با کشورهای مختلف، هم از لحاظ اقتصادی خودتو به جایی میرسونی که اصلا این کشورهای دیگه بخوان بیان بهت بفروشن چیز، بفروشن، هم ازت بیان بخرن هم بفروشن. از لحاظ اقتصادی تو وقتی مردم ببین، این که مثلا میگین که استقلال استقلال، اتفاقا تو از لحاظ ارتشی هم از لحاظ بین‌المللی وقتی قوی میشی که روابطت انقدر شدید باشه با کشورهای مختلف که تو اگه ضعیف بشی کشورت به ضرر اونا بشه. ببین الان کشورهایی که انقدر با هم رابطه دارن، انقدر استقلال استقلال نکردن، وقتی که دارن با هم همکاری میکنن اینجوری به خاطر این نیست که دارن کمک میکنن به آلمان، کمک میکنن به این کشور، به خاطر اینکه عاشق چش و ابرو مردم اون کشورن، برای اینکه این مردم داره از نظرشون، مردم این کشور داره کالای اون کشور رو میخره، مردم اون کشور دارن کالای این کشور رو میخرن، مردم این کشور، ارتش این کشور میاد کمکت میکنه وقتی یک کسی به تو حمله کرد تو این منطقه، ارتش اون کشور میاد به تو کمک میکنه وقتی یک کسی حمله کرد به تو تو اون منطقه. یعنی هرچی این کشور قوی تر شد از از منافع ملی به نفع خود کشور خودته، هم تو احتیاج داری این کشور قوی تر بشه، همون کشور احتیاج داره که تو قوی تر شی، به نفع جفتتونه. ببین اگه این وقتی که روابط، میگن وقتی سربازا از مزرعه، وقتی که کالا از مزرعه چه، سرباز از مزرعه نمیشه. یعنی وقتی که روابط بین المللی انقدر زیاد باشه که اقتصادهای کشور انقدر به هم ربط داشته باشن، این خودش مانع جنگه. نه تنها مانع جنگه، نه تنها با اون کشور جنگ نمی کنی، اون کشور میاد قربون صدقت میره که کمکت کنه، که تو کمکش کنی یه جای دیگه. بابا اینا گاگولن، اینا رو باید ببری توی تیمارستان بستریشون کنی. ما تو سوئد یه جایی خیلی خوبی داریم به نام دندیریت خوب، ببریمشون دندیریت خوب حسابی یه مدتی تو آسایشگاهی روانی حالشو ببرن. من اصلا دلم داره میسوزه برای این اپوزیسیون دیگه، انقدر اینا رو مثلا چیز میکنن. واقعا یه جاهای تحلیلاشون رو گوش میکنم، خدایا اینا واقعا چجوری تونستن به این نظام فکری برسن؟ واقعا نظام فکریتون خیلی واقعا ساده انگارانه، بچگانه و در این حال خیلی معصومانه و احمقانه است. چه نظام فکری ایکپیری شما دارید، مثل صورت لاکپوش. صورت لاکپوش دیدید خیلی با نمک و ایکپیریه. خیلی ایکپیری هستید شما، خیلی داغونید. بری به دنیا چی گفت؟ ایکپیری به چی گفت؟ نظام فکری ایکپیری شما دارید، مثل صورت لاکپوش. صورت لاکپوش دیدید خیلی با نمک و ایکپیری. این چه من نموندم این امیدانا، این واقعا که انقدر طرف رو داره، شما همه بگین نداره نداره نداره، خب بگین که اینا همشون فیکن، بگین همه این لایک ها فیکه، همه این ویو ها فیکه، شما همون تو دنیای تخیلی خودتون بمونید زندگی کنید که همه دشمناتون، همه دشمنای شما رباتن و 99% مردم ایران هم به این همون نظراتی که شما دارین، خب نظر شما رو دارن. خب 99.9% مردم ایران سکولار دموکراسی میخوان، براندازی میخوان، شما همون دنیا تخیل زندگی کنید، هیچ کسی هم به غیر از خود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو دوست نداره، همونجا زندگی کنید تو دنیا تخیلتون راحت، خیالتون راحت باشه که آره همه با شما موافقن. خب شما اونجا، خب و امیدوارم هیچ طرفداری نداره، اینا همش رباته به نظر، همه این ویو رباته، همه این لایک ها رباته، همه این 600 تا کامن رباته، شما هم اینجوری فکر کنید. خب این نظر شما، ولی تو دنیای واقعی که ما زندگی میکنیم که این امیدوارا واقعا انقدر طرفدار داره، من باید بگم که واقعا چقدر وضعیت بدیه که یه کسی که اینجوری استدلال میکنه، کسی که منطقش اینه، کسی که اینجوری بحث میکنه انقدر طرفدار داره توی ایران. واقعا وضع افتضاحیه که یک همچین منطقی، یه همچین روش حرف زدنی انقدر طرفدار پیدا بکنه. نگاه یه بار دیگه گوش کنید.
خیلی واقعا ساده انگارانه، بچگانه و در این حال خیلی معصومانه و احمقانه است. چه نظام فکری ایکپیری شما دارید، مثل صورت لاکپشت. صورت لاکپشت دیدید خیلی با نمک و ایکپیریه. خیلی ایکپیری. واقعا من موندم که چجوری این طرز تفکر، این طرز تحلیل انقدر طرفدار پیدا کرده. من خیلی عجیبه. هستید شما خیلی دوم. البته عجیبم نیست، من متاسفانه از چیزایی که توی آنلاین دیدم واقعا همین نه اتفاقا عجیبم نیست،